تا موقعی که این دوباره این سلاح و تیری که دستم من دارم باعث کمالات کسی دیگه بشه. حالا اینجا کمالات کسی دیگه معمولا اینه که اون کسی که دنبال اینه که خنجر به تو بزنه، خب خودش تو خودش یه بزرگی داره میبینه، اونجوری داره نگاه میکنه، نه اینکه ما این تیغو بدیم دسته کسی دیگه، یکی دیگه به بزرگی میرسه. هر کسی محک خودشو خودش میزنه، یه موقع یه کسی محکش به اینه که من بتونم بقیه رو بزنم، میگه من ولی این کارو نخواهم کرد، دست اون نمیدم که اون این کارو بکنه تا نگردد خنجرم بر من و با چنین این وسط گرفتاری برای من این به وجود نمید. من که یادش رو افتادم، یاد آیه قرآن رو افتادم به مردم میگه چشم کنید. آها. خب. اتفاقا همین یه جا یه ویدیو من دیدم توی ایران میگفتن خیلی پوستری نسبت به اینکه خانوم ها خودشون رو بپوشونن. هیچ پوستری نیست که مثلا آقایون شما بالاخره اینجا سهمی دارید، حالا شما چیز باشید بکنید. آقایون درست میکنن، همون آقایون درست میکنن. راست هم میگی واسه خانوما یه یعنی اشتباه هم هست. به خانوما بگم پوستر درست کنید، چند تا وقت اینکه پوستر رو دارم میاد یه دونه شعر مال فریدون مشیری شنیدید راجع به رفیقا میگه این چرا چند وقت پیش من خوندم بعد اینو میگم یه رفیقان دوستان ده ها گروه هند اینو شنیدید؟ که هر یک در مسیر امتحان هند. گروهی صورتک بر چهره دارند، به ظاهر دوست اما دشمنان هند. گروهی وقت حاجت خاک بوسند، ولی هنگام خدمت ها نهان هند. کارت دارن میان، وقتی ازشون چیزی بخوای در گروهی خیر و شر در فعلشان نیست، نه زحمت بخش و نه راحت رسان، اصلا کاری ندارن. گروهی دیده ناپاکند، هشدار. این گروه بعدی میگه که نگاه خود به هر سو میدواند، بعد پشمند این میگه که بر این بی اسمتان ننگ جهان باد. بدترین گروه اینان که چون خوب کرد و بل بدتر از آن. ولی یاران همدل از سر لطف به هر حالت که باشد مهربانند، رفیقان را درون جان نگهدار که آنها پربهاتر از جهانند. خب خواهی یه برکه یه پنج دقیقه هم بگیریم بعدش این دو خط آن دو خط دیگه هم بخونم راست میگیم آره بسر خب پس میگه میگریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. میگه من از پس چی در میرم؟ از خودم دارم در میرم. از چی خودم دارم در میرم؟ از این که میدونم هنوز که هنوزه به کمال خودم نرسیدم که بتونم با شمشیر و سپرم کار بکنم. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. میگه آدم هایی هم که از یک کسی دارن در میرن، وقتی بتونن از طرف به جای ایمن برسن، اونجا که قرار میگیرن و راحت میشن. من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. میگه من حالا خودم همش دارم در میرم، پس من که الان از خودم همش دارم در میرم، پس تا ابد کار من چیه؟ خیز خیز یعنی باید بلند شی و بدوی. نه به هند از ایمن و نه در خوتن، آن که خصم او سایه خیشتن. آدمایی که خودشون دشمن خودشونن، من خوتن رو نمیدونم کجاست، ولی هند رو میدونم چی میشه؟ شمال شرقی چین. اوکی مرسی. پس نه به هند است ایمن و نه در خوتن، هیچ جایی آقا یعنی اون آدم راحت نیست. اون که خصم او، آن که خصم او سایه خیشته، اون که سایه خودش دشمن خودش. خب پس پنج دقیقه حالا هند این سیگار بکشیم. حالا هی سیگار شمال غربی چین. شمال غربی مشکش خیلی معروف. آه 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 آه
some music. Tree found a met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. Boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I believe in life. I'm reading people's faces, knowing what the cards were by the way they had their eyes. So if you don't mind the same, I can see your out of aces for a taste of the whiskey. I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bought a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser. And when he had finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, breathing it off his face. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. In his final words, I found the days that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. Be time enough to count when the deal is done. You got to know when to hold, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count you. When the dealing's done, you got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count you. When the dealing's done. گمبلر هم شنیدید دیگه. این هم آقای چیز الان آقای زاوش حرفی بر من زدن. آقای زاوش لطف کنید دوباره بگید. نه به خاطر اینکه شما بهتر دارید. ببینید بیت شعر این بود، اگه حواسمون باشه ببخشید. آره لطفا معذرت میخوام. آره بعد خلاصه میگه نه به هند است و نه به هند است ایمن و نه در خوتن، آن که خصم او سایه خیشتن.
خب آقای زاوش بگید علم روانشناسی الان بگید الان صاحب آخرین بیت اینجا حرفی که زدن این بود که علم روانشناسی الان چیزی که بیان میکنه اینه که ما هممون اسیر سایه های خودمون هست و سایه هامون رو باید از خودمون دور کنیم. چقدر عظیم حرفی که مولوی 600 سال 800 سال پیش زده که ما اسیر سایه های خودمون هستیم. علم روانشناسی مال همین الانه و ما تا به این سایه ها رو نتونیم بشناسیم و از خودمون دورشون کنیم اون کمال خودمون نمیرسیم. ولی خب علم روانشناسی که الان هست اون موقع هم همین بوده، طبیعت انسان و از اون سنت بزنس پلانر هم که نگاه ببینه همین علم از اول همینه. ولی خب الان انستیتوشن اومده و کتاب نوشته شده و پیپر شده، قبلا پیپرهای ما مدلش توی اشعار ما. خب نه، همه چیزایی که ما الان داریم که اون موقع هم نبوده. مثلا اون موقع من فکر میکنم attention deficit disorder بوده باشه. شاید چرا تو مصنوعی هست؟ نه نیستش دیگه. ولی نه اتفاقا هفته پیش ما صحبت ADD رو اینجا کردیم، ADD و ADHD یکی از چیزایی که ما خودمون درستش کردیم. ما الان یه مقاله هست راجب ADD نوشتن و اینکه توی ما تو 10 سال اخیر 66% بالا رفته کیسای ADD. اونم به خاطر اینکه ما میدیوم های مختلف داریم که آدم ها با این استفاده از اینا نمیتونن روی یه چیزی فوکس کنن و همش مدام در حال عوض کردن فوکس خودشون هستن. شما عوض تلفن نگاه میکنی، بعد میری سر لپتاپ، بعد میری چی، بعد ایمیل چک میکنی، بعد میری تکست میزنی، بعد فلان میکنی، بسار میکنی، یعنی حرف میزنین، تلفن جواب میدین. ببینید اینا، یعنی حالا کاری نداریم تو هر سن و سالی هم که آدم بالاخره میخواد نگاه کنیم باشه. الان بیشتر کسایی که بیبی بومر جنریشن هستن همه اسمارت فون دارن، بالاخره همه یه تلگرامو که دارن. من جدی میگم. ولی بدتر میشه کسایی که دارن، به خاطر هم میگم، یعنی علم درست میگید که علم روانشناسی حالا چیزه، ولی بالاخره مثل چیز دارم ما تازه فرمیم. ایدیدی پیتر توی آکسفورد هفته پیش شب شدش که it might be all made up، بخاطر اینکه نمیشه همه آدم ها رو توی کنیم. همش تاثیر این روانشناس هست. من اینکه چیزه که روانشناس ها میگم آخه این مریض شما هیچ وقت خوب میشه، حاضر شما هیچ وقت بلش کنیم بگی بابا تو خوب شدی. اینا همینطور مدام یه عده میرن روانشناس. و اینا میدونین از چیه؟ بهتون بگم، از کمی سوشال نتورک ماست. یعنی نگاه بکنین یه موقع از شما قدیما رو ببینین توی ایران، کمی نه کم کیفیتی، کیفیت هم سوشال نتورک خیلی زیاد شده، کیفیتش کمه. خب باشه، مرسی. قدیما همه جمع میشدن خونه یه کسی، نمیدونم، همه با مخیش بودن، همه با هم حرف میزدن، میگفتن، میخندیدن، با هم همکاری. الان اینجا فردا مادرز دیه، همه هیچی، فقط مادرشون میخوان ببرن بیرون و یه غذا نهار میدن و بعدش هم سالی یه بار. آره سالی یه بار، یعنی به سلامتی. بعضی از مادران فردا آشپزی میکنن، سلاشون خوب. حالا من میدونین چی میگم؟ من میدونم که دماغرس الان سنگ صبورم. مردم فقط میخوام برن دلشون رو باز کنن، حرفشون رو بزنن. درست. دیگه زیاد کسی چون کسی ندارم برن میشه. ولی بهتون بگم این خلاصه درست نیست. الان ما بریکیم آقا، ما دیگه الان داری خواهم شروع کنیم. قبل این ADD و HD رو اینا رو داشتیم، گفتن یارو جنی شده، جن زده شده، چون ناشناخته بود براشون، گفتن این جنی شده یا جن زده شده. الان دیگه کاتگوری هاش مشخص شده، اسم نه اون اسکیزوفرنیا هست و این چیزا اون جنیه. مثلا این همه بیماری یا اینجوری نبود، این همه عواملی که بیماریزا باشه. نه فقط یه وسیعی از سایه ها بگم که شما مجموعه ترس ها، فشار ها، زورگویی ها، تجربیات تلخ،
ابیوز ها بوده بودن که از بچگی ما اینها رو به عنوان روی بقولش روانشناسا شانم رو میکشیم اینها گرداننده امور ما هستن بدون آگاهی ما بدون اینکه انسان کانشس باشه آگاه باشه که چرا در کاری موفق در کاری موفق نیست چرا از کاری وحشت داره چرا از کاری وحشت نداره اینها همه مجموعه همون تجربیات مجموعه تجربیات خوب یا بد بچگی انسان هست و در طی زندگی من یعنی جالبه که ایشون 600 سال پیش اشاره به همین سایه کردن البته توضیحی ندادن در روانشناسان امروز توضیحشون این درسته البته مولوی به این سایه ها یه جور دیگه هم البته بهش نگاه کرده صحبت برگ های روی شونمون هم قبلا کرده یه دوتا داستان قبلی صحبت دندون های تیزی که تو نفسمونه ولی اینا همه کار نیفتادن و میگه دلیلی که کار نیفتادن چون هنوز چیزی پیدا نکردن پاره کنن ولی وقتی چیزی پیدا کنن پاره کنن نام به کار میفتن خلاصه ما همه چی تو اون هست ماشاءالله کم نمیاریم از این چیزا خب در صفت آن بی خودان که از شر خود و هنر خود ایمن شدند که فانی اند در بقای حق همچون ستارگان که فانی اند روز در آفتاب و فانی را خوف آفت و خطر نباشد خب بی خودان کسایی هستند که واصل شد بزرگان خودی دیگه ندارن چون فناش از فقر پیرایه شود او محمدوار بی سایه شد یه صفتی به حضرت رسول میدن میگن که حضرت رسول یه فکر کنم حدیث بوده یا روایته که ایشون سایه نداره حالا الان با توضیحاتی آقای زاوش هم دادن این بی سایه بودن بهتر معنی میده درسته؟ و کسی که به فقر و فنا برسه به اون بیسایگی میرسه خب فقر فخری را فنا پیرایه شد چون زبان شمع او بیسایه شد این فقر 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 که فخر باشم از حدیثی از پیغمبره که میگه من افتخاری برای من فقر و فقیر بودن ما متاسفانه اسم این یعنی این لغت فقر رو به مثلا گدا ببینیم فکر میکنیم اون فقیره در صورتی که فقیر کسیه که بیاد و بدونه شما تو فقر وقتی باشی و تو فنا باشی در حقیقت از همه چی بی نیازی و نیازت فقط به اون وصل شدن به اون التیمت بله و خدا و اون بزرگی اصل خب چون زبان شمع او بی سایه شد پس هر کسی مقام فنا برسه مثل شمع این نوری که سایه نداشته باشه فقط نوره این نور مطلق هم اینطوری میشه ترجمه کنه شم جمله شد زبان پا و سر سایه را نبود به گرد او گذر اینجا پا و سر یعنی فقط شما وقتی نور باشی دیگه سایه دور و برت نمیاد سایه معمولا دور و بر شما میاد وقتی که جسمی باشه یا نور از شما چیزتر باشه شما بهتر میدونید نور از شما جدا باشه آها من اینجا باشم سایه میشم پس وقتی نور باهاتون باشه دیگه سایه نیست خیلی ممنون ساینتیفیکلی هم این مسئله پس درسته برای حضرت که ایشون همه نور ولی یه چیز دیگه هم یعنی حرف دیگه هم که میخواد بزنه اینه که
مقام فقر و فنا یعنی همه نور بودن، اونم هست. موم از خیش و ز سایه در گل، در شعاع از بحر او که شمع. حالا اینجا صحبت شمع داره میکنه و موم شمع داره میکنه و شعله شمع. ببخشید، شمع داره صحبتشو میکنه، سایه نه، شعله شمع هم داره صحبتشو میکنه و اون اسباب و ابزار یا اون کسی که این شمع هم داره میسازه. حالا یه ذره نسبت به این مسئله حواستون باشه. موم از خیش و ز سایه در گریخت، در شعاع از بحر او که شمع ریخت. این کسی که شمع رو میریزه سازنده شمع دیگه، یعنی اون کسی که این حالا پارافینش رو چیز میکنه. خب و موم به خاطر اینکه بتونه از سایه موم، ببخشید یه جور دیگه بتونه از خودش در میره، موم از خیش و ز سایه در بود، داره از خودش در میاد، از سایه خودش هم در میره. حواس منظورش موقعی که شمع میسوزه اون مومی که آب بشه میاد فقط میسوزه. ولی حواستون باشه حالا اینجا صحبت ساختن شمع رو خواهد بکنه. یعنی اونی که ما رو ساخته از خودش میره. چی گفتین؟ آفرین. آها، داریم هم پس یه جایی میرسیم. خب؟ آره. در شعاع که میشه شعله، از بحر او که شمع ریخت. چه کسی این شمع رو درست کرده؟ خب، مرسی. یعنی خدا. گفت او، حالا اون شمع ساخت. گفت او بحر فنایت ریختم. گفت من هم در فنا بگریختم. گفته اولی کیه؟ خدا. پس میگه من تو رو آوردم که فنا بشی. گفته دومی کیه؟ ما که ایشالا این شمع هستیم که یه نوری هم ایشالا قراره بدیم به این دنیا بدیم، ما داریم میگیم باشه پس من هم در فنا بگریختم، من هم میخوام به اونجا برسم. این شعاع باقی آمد مفترض، نه شعاع شمع فانی عرض. خب مفترض یعنی واجب. ما یه شعاعی داریم، یه نوری داریم که چه بخوان چه نخوان با همون هست. مصرع دوم میگه نه شعاع شمع فانی عرض. ما دنبال یه چیزه. ببینید فنا و فانی بودن دوست مختلفه. خب فانی یعنی از بین رفتنی، خاطر ما میگیم این دنیا فانیه. یه چیزی هم که فانیه این بدن ماست، از بین میره. خب اون چیزی که میمونه موقعیه که ما به مقام فنا برسیم. پس میگه نه شعاع شمع فانی عرض. ما دنبال شمع فانی نیستیم. ما دنبال چی میگردیم؟ ما دنبال باقی میگردیم. ما دنبال این که بتونیم بمونیم. ما دنبال اصلش میگردیم. مرسی. شمع چون در نار شد کلی فنا، نه اثر بینی ز شمع و نه زیان. اگه شمع خودش رو تو آتیش بندازه و تو آتیش بمونه، تو از نورش نه اثر میبینی نه از خودش هم اثر میبینی. چرا؟ چون آتیش اونو همه رو ذوب میکنه و آب میکنه و نورش هم در نور آتیش میره. حالا ابدی میشه و صبر کنید یه ذره، ولی اینجا فنا شدن رو داریم یه ذره حالا داره برامون توصیف میکنه. حالا مفترض چی بود؟ مفترض میشه واجب. فرض شده واجب هم. حالا شمع چون در نار شد کلی فنا، نه اثر بینی ز شمع و نه ضیا. هست اندر دفع ظلمت آشکار، آتش صورت به مومی پایدار. آتشی که ما به صورت میبینیم که از یه موم درست شده، کارش چیه؟
کارش اینه که تاریکی رو روشن بکنه. هست در اندر دفع ظلمت آشکار. کارش اینه که یه ظلمتی رو برخلاف موم شمع جسم کان تا شود کم گردد افسون نور جان. شمع جسم که میشه این، حالا موم شمع جسم چیه؟ اون خواسته های ماست. میگه هرچی اون کمتر میشه چی میشه؟ نور جان ما بیشتر میشه. یعنی ما هرچی اون خواسته ها رو کمترش بکنیم بیشتر. بله، یعنی یه inverse relation، inverse equation، درسته؟ خب این شعاع باقی رو ببخشید، این شعاع باقی آن فانی است، شمع جان را شعله ربانی است. پس شعاعی که حالا اینجا صحبتش میکنه که باقیه و اونی که فانیه چیه؟ اون که فانیه اونیه که میسوزه برای اینکه فقط یه نوری بده، یه کارش رو انجام بده فقط. ولی اونی که واقعا میسوزه که جان ما رو روشن بکنه، اون شعاع باقیه. شمع جان را شعله ربانی است. پس اون چیزی که باش جان ما روشن میشه، میدونیم که اصلش از شعله و نور خداوندی میاد. این زبانه آتشی چون نور بود، سایه فانی شدن زودور بود. این آتشی هم که ما از خودمون داریم، حالا بخوایم این شمع فانی رو مثلا بگیم، میگه مثل نور میمونه ولی محدوده. چرا؟ چون تو دنیای محدودیت نشسته، تو دنیای محدودیت داره کار. تو دنیای محدودیت همه چی یه شلف لایفی داره، یه اکسپایرشن دیت داره. این هم همینطوره، از بین میره. این زبان آتشی چون نور بود سایه فانی شدن زودور بود. وقتی که از بین میره، سایه‌اش هم از بین میره. یعنی اگه بتونم معنیش بکنم، فکر کنم اینطوری باید بتونیم بگیم که درسته، ولی صحبت اینه که این سایه‌ای که ما از جسممون داریم، به محض اینکه ما فنا بشیم، یواش یواش اونم از بین خواهد رفت. حالا بیت بعدی، ابر را سایه بیفتد بر زمین، ماه را سایه نباشد هم نشین. صحبت ابر رو میکنه که میاد جلوی ماه، میگه ابر سایه‌اش میفته به روی زمین. حالا اینجا ماه میشه نوری که میتابه به همه. ابر را سایه بیفتد بر زمین. اینجا بر زمین صحبت چیزیه که باز دنیای محدودیته. ماه را سایه نباشد همچین. هم نشین. مرسی. ماه دنیای نامحدودیته. میگه دنیای نامحدود هیچ جوری سایه نداره، چون سایه هم باز از عرض و علت میاد، یا از اون اشکالای ما تو دنیای محدودیت میاد. البته شاید اینجا از نظر ما که روی زمین هستیم، آب و ماه دو تاشون خیلی بالا به نظر ما، دو تاشون یک جا. راست میگی، ولی یک جا نیستن. به اون میگه تو نگاه میکنی به آب، نگاه میکنی به ما و میفکر میکنی دو تاشون خیلی بالا، در حالی که آب سایه داره، چون نور از خود آب نمیاد و بالا نیست، آب خیلی پایین‌تره. و فانی هم هست. فانی هم هست. ما بالا نور از خودش میاد و سایه ما ها نمیشه دید. کاملا درست. مرسی. خب بی خودی بی ابری است این میخواد. پس موقعی که به مقام فنا میرسی و بی خودی میرسی، یعنی چی؟ یعنی هیچ ابری هم نباشه. بی ابری است این میخواد. باشی اندر بی خودی چون قرص ما. وقتی تو بی خودی باشی، یعنی وقتی جلو هم هیچ ابری نباشه، همونطور میتونی
بدرخشی و نور بدی و ابدی ازلی بمونی، عیناً اینکه ماه مونه. باز چون ابری بیاید رانده، رفت نور از من خیالی مانده. دوباره تعلقات دنیوی ما یا تعلقات این دنیای فانی برای ما میاد. باز چون ابری بیاید، بالاخره این ابرا ابین نمیرن که، این قرار شد با زندگی بکنیم، تو زندگی کردن هم این اتفاق همینطوری به طور مدام خواهد افتاد. و نور وقتی ابرا میاد نور میره و دوباره ما فقط یه خیالی از ماه داریم یا یه خیالی از نور داریم. از حجاب ابر نورش شد ضعیف، کم ز ماه نو شدن بدر شریف. میگه وقتی هم که این ابرا میاد نور ما ضعیف میشه و ماه نو که اون حلال ما خب خیلی کمه نورش، میگه از اونم ما کمتر میشیم. اون چیزی که ما یه موقع قرص کامل بودیم و ماه شب چهارده بودیم، حالا شدیم یه حلال خیلی. من خیالی می نماید زبر و گرد، ابر تن ما را خیال اندیش. ما نور کامل خداوند رو یه خیال میدونیم. خب من خیالی می نماید زبر، به خاطر چی؟ به خاطر دوربر ما ابر و گرد و غبار زیاد. یادمون نره واسه مولوی یه چیز حقیقیه، یعنی عیناً اینو میبینه و حس میکنه، ولی میگه برای ماها این یه خیاله. من خیالی می نماید زبر رو کرد، ابر تن ما را خیال اندیش کرد. حالا چجوری ما خیال اندیش شدیم یا اینو خیال میدونیم؟ به خاطر اینکه تعلقات جسمیمون و این دنیای محدودیتی که ما توشیم اینا ما رو به فکر انداخته، خیال اندیشمون کرده. خیال اندیش بودنم یعنی همه افکار خوب و بد رو با همدیگه داشتن، که همه ماها اینطوری بعضی موقعها میشینیم حسابی هم راجع به یه چیزا فکر میکنیم، در صورتی که آخر تصمیم هم که میگیریم اشتباهه. بعضی موقعها راجع به هیچی فکر نمیکنیم، میبینیم عجب هم تصمیم خوبی گرفتیم. این اتفاق هم میفتیم. مرسی. همه اینا صحبت پس همون سایه های درونی ما که علم جدید اینا رو تازه کشف کرده. علم قریب هم میدونه. ما اینجا وقتی ساینتیست داریم باید بذاره چیز کنیم. آی خیلی حواظ ما باشه. خب لطف مه بنگر که این هم لطف روست، که بگفتو ابرها ما را عدوست. میگه این حالا صحبت ماهو میکنه، میگه اینو سعی کن به خوبیش و به نعمتش و به بزرگیش و به زیباییش رو بتونی درک کنی. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه از زیبایی خداونده، از زیبایی و لطف و کرم خودشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود اون، خود خدا گفته که ابرها ما را عدوست. ابرها، ابرهایی که ابرهای نفسانیت ما، دشمنای ما هستن. آیه 60 سوره یاسین. آیه زار باش. و 62 سوره مرسی. سوره زال گفتید. زخرف. آیه 60 سوره یاسین. حالا. مه فراغت دارد از ابر و غبار، بر فراز چرخ دارد مه مدار. باز اینجا ما صحبت مه رو داره میکنه. یادتون نره ماه ریفلکشنه، یعنی انعکاس نور خورشیده دیگه، درسته؟ درست میگم اینا؟ بله خب خب پس آبه یه قسمتش هم انعکاس نوریه که به خورش به زمین میخوره و به زمین به ماه میذاره.
خیلی عالی. خب به خاطر همین کلن پس منعکس میکنه نورهای جمعیت به طرفش. خب خیلی خوب. پس میگه چی؟ میگه که ما خودش ابر و غبار جلوش نیست. بر فراز چرخ دارد محمد ها. چرا؟ خودش اون بالا نگه داشته و اون بالا هم مونده. یعنی وقتی شما یه مولوی حرف یه شعری داره میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم، یعنی مقام خودش رو میدونه و میگه من همونجا میخوام باشم. حرفی که راجع به ماه داره میزنه میگه اینم مقام خودش رو میدونه و همونجا هست. امر ما را شد عدو و خصم جان که کند مهراز چشم ما نهان. باز دوباره برمیگرده، نفس ما عدوی ماست به خاطر اینکه این میاد و ماه را از چشم ما پنهون میکنه. حور را این پرده زالی میکنه، بد را کم از حلالی میکنه. حور یعنی یه فرشته زیبا، یا خانم خیلی زیبا. میگه اینو، این زالم نمونه پیره درسته، میگه این میاد هور رو زال میکنه، این ابرهایی که جلوی ما میاد. بعد را کم از حلالی میکنه، باز بعد میشه ماه قمر یعنی ماه شب 14، حلالم که میشه ماه شب اول. ماه ما را در کنار از نشان، از یعنی عزت، دشمن ما را عدوی خیش کن. کاری که ماه کرده، یعنی حالا اینجا ماه میتونه اولیا، انبیا و اولیایی باشن که برای ما یه سری پیغام ها رو یا سعی کردن ما رو به یه راهی راه درستی ببرن. یه کاری که میکنن اینا ما رو در مقام عزت و احترام خواستن بذارن، خواستن اینو به ما عرضه کنن. دشمن ما را عدوی خیش، هر کمی دشمن ما بود گفتن دشمن اونها هم هست. تا به ابر و آب او خود زین مه هست، هر که مه خواند ابر را پس گمره هست. روشنی و صفا، روشنی هم که ابر داره حتی، حالا این ابر نفس رو اینجا دیگه چیز نمی کنه، میگه حتی ابری که ما میبینیم یه روشنی داره، میگه روشنیش هم از ماه داره، از خودش که نداره. خود ابر اینو میدونه، اما هر که مه خواند ابر را پس گمراه است. ما این که گمراهیم که یه ابر رو میبینیم و این میگیم این ماه. نور مه بر ابر چون منزل شده است، روی تاریکش زمه مبدل شده است. همین رو توضیح میده، به خاطر اینکه نور ماه وقتی که میاد و میتابه به ابر، روی این ابر خودش اون روی تاریک خودش رو تبدیل میکنه به روی نور روشنایی. یه جور دیگه میگه مولوی، حرف دیگه تو دفتر اول میزنه، میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت هست از وی رو متاب. یعنی میگه ابر میفهمه اینو، ما نمیفهمیم. اگه واقعا آفتاب و شناختی از آفتاب، خودتو روگردون نباشد. خب گرچه هم رنگ مه است و دولتی است، اندر ابر نور مه آریتی است. میگه ابر میتونه رنگش هم با ماه یکی باشه، ولی خودش میدونه این آریه است، اینو قرض دادن بهش. خب در قیامت شمس و مه معذر شده، معذور شد، مرسی، چشم در اصل ضیا مشغول شد. حالا میگه روز قیامت آها یه جور دیگه داره اینو، حالا میخوام اینو خوب بهش برسیم. ما طبق دوباره دینی که به ما درس دادن که داد و ستدی بوده، این بوده چیه؟ روز قیامت ماه خورشید کنار میان، همه چی مشخص میشه. چشم در اصل ضیا مشغول شد و جا این ضیا منظورش خدا نیست؟ درسته. حالا الان میگه مثلا نور عبدالله از ماه میاد،
حالا من درست میگید، حرفی که من دارم میزنم اینه، مولوی معتقد ما اگه بینش داشته باشیم در هر آنی برامون میشه قیامت باشه. ما مجبور نیستیم که دو منتظر اون قیامت باشیم. ما وقتی که بینش داریم دیگه ابر و ماه، ببخشید مه و خورشید هم آریه است واسه ما، درسته؟ اینا رو مثال داره میاره، درسته؟ وقتی میگه ماه و خورشید هم آریه است دیگه، یعنی اون موقعی است که شما هر چی که باید ببینی و میبینی. کما اینکه روز قیامت هم تو قرآن هم اینطوری تشبیه شده که هر چیزی رو که ندیدی خواهید. حرفی که میزنه اینه که وقتی دلت باز باشه، دلت ببینه، چشم دل ما شروع کنه به دیدن، اون چیزی رو که برای بقیه پوشیده است برای چشم دل بیننده پیشیده آشکاره و پوشیده نیست. چشم دل باز کن که جان بینی و آن بینی. مرسی. خب تا بداند ملک را از مستعار. ببخشید اینجا ملک یعنی مالکیت، یعنی چیزی که کی صاحب چیه. خب میگه اون موقع اتفاقی که میفته ما میفهمیم که صاحب همه این چیزا کی بوده، کی این چیزا رو استعاره داشته. آها، وین رباط فانی از دارالقرار. این رباط هم یعنی کاروانسرا، اینجا کاروانسرای فانی بوده، یه جای دیگه هست که دارالقراره، یعنی اونجاست که هستش، همه چی تو هستیه، اینجا بازیه. آره، دایه آریه بود، دایه آریه بود روزی سه چهار، مادر را ما را تو گیرن در کنار. میگه ما اینجا دایه داشتیم، دایه هم آریه است، یه سه چهار روزی شیر میده بچه رو میره، میگه مادر را ما را تو گیرن در کنار. اینجا دعا میکنه، میگه منو بگیر، یعنی دست خودت بگیر. پر من ابر است و پر دست و کثیف. حالا طاووس دوباره در حرف میزنه، میگه این پر من مثل ابر میمونه، یه پرده ایه که من نمیتونم تو رو ببینم و کثیفه. زن اکاس لطف حق شد دولتی، تو وقتی برای من خوبی تو میفرستی، زیبایی تو میفرستی، این لطیف میشه، این قشنگ میشه، اینو من میتونم ببینم. برکنم پر را و حسنش را ز راه، تا ببینم حسن مه را هم ز ماه. میگه من اگه این قرار منو گمراه بکنه، اینو میکنم، اینو میذارمش کنار که بتونم اون حسن اصلی رو ببینم، اون زیبایی اصلی رو ببینم. یادتون نره میگه از مهنت، از اگه اسلحه‌شو داری، اگه بلدیشو داری، از نعمتش هم استفاده کن، اما اگه بلدیشو نداری استفاده نکن، گولت میزنه. به خاطر همین صحبت پخته و خامه میکنن. خیام یه دونه چیز داره که یه برای چهار بیتیه، در حقیقت میگه خیام میگه از من بر مصطفی رسانید سلام، وانگاه بگویید به اعزاز تمام، که سید هاشمی چرا دوغ ترش در شهر حلال است و می ناپرام. مثلا مثل این جواب میگیره که میگه از من بر خیام رسانید سلام، وانگاه بگویید که خامی خیام، من کی گفتم که می حرام است، ولی بر پخته حلال است و بر خام حرام. خب حالا خیلی جالبه وقتی که آدم ها میگن که ما بله ما کنم مخته این نگران نباشید، ولی اصلیش اینه که واقعا بشینیم ببینیم ما آیا پخته ایم یا خامیم، چی میدونیم. و جالب اینجاست که ما پخته شدنمونم این نیست که فکر نکنید رسیدن بهش آسونه، ما هنوز که هنوزه داریم دنبال این هستیم این شهده هامون رو بندازیم. خب با اون مدرسی دیگه اینجا نداریم شراب بخواهیم، مسکشی خود داردی هست
حسنش شازرا تا ببینم حسن مه را همزه ماه من نخواهم دایی مادر خوشتر است موسی هم من دایی من مادر است میگه من این وسط داستان حضرت موسی هم که میدونین وقتی از آب میگیرنش هیچ دایی حاضر نبود شیرشو بخوره تا اینکه رفتن آخه اصلا مادر خودشو بخوردن حضرت موسی یکی دلایلی که خیلی صحبه یعنی این داستان ها حالا میگم هی من میگم داستان یه عده معتقدن حقیقت محض یه عده معتقدن افسانه است هر چی هست این داستان ها معنی داره پشتش به خاطر این معنیشه که ما داریم باهاش انقدر میتونیم ازش استفاده کنیم یعنی صحبت میگه ما بفهمیم چه خبره اگه موسی نمیشناخ مادرش رو حاضر بود هر شیر هر مادری رو بخوره حالا ما مادرمون رو نمیدونم میشناسیم یا نمیشناسیم نه مادره بله و خب بالاخره میگم یعنی داستانی که اومدن درست کرده ما این آخه به دومان داستان میبینیم ما مشکلمون اینه ما همه چی رو فکر میکنیم داستانه از این داستان نیست اینا نکته هست به خاطر اینکه مال گذشته است ما الان ما خواهم به بچه همون تعریف کنیم الان پدر بزرگ رو میگیم یکی بود یکی نبود داستان تعریف کنیم براش چون جوایز گذشته است ما فکر می‌کنیم داستانه خب حالا پس یه جوری پیدا کنیم که اینو واقعیت شده واقعیتی بوده که الان فقط درکش برای من مشکلی که این واقعیت بود یه زمانی بوده پادشاهی بوده فرعونی بوده موسی بوده نکتهش چیه فرعون سمبل چی بوده موسی سمبل چی بوده همیشه فرعونا بودن و هستن تا همون یاد کنید یاد دادن سر این نیست قرار نیست که راحت باشه که خود شما چند وقت بالاخره داریم زحمت میکشیم سر این یادگیری اینم ما پله پله اومدیم تا اینجا به خاطر همین یادگیری هم همچین چیزی نیست که قراره یک شبه بشه یه دو سه دفعه هم باید بالاخره سرشون به سنگ بخوره ما دو تا نه البته حالا این واقعا نکته هایی که تو حتش نباید کم ارزش بشه چون فقط داستانه صحبت کم نه نکته رو کم نمی کنیم ما داریم صحبت این میکنیم یه نکته توشه همه حرف هم داستانش خوبه ولی نکتهش واقعا مهمه نکتهش باید اهمیت بده متوجه شدم مرسی بله درسته خب من نخواهم لطف من از واسطه که هلاک قوم شد این رابطه یا مگر ابری بگیرد خوی ما تا نگردد او حجاب روی ما میگه من دنبال یه چیز کوچیکم نیستم یه چیز کم دنبالش نیستم دنبال واسطه‌ام نمیگردم مولوی دینداری عاشقانه میخواد دینداری عاشقانه واسطه توش نداره شما چون عاشقی با واسطه نمیتونی من خب همطور که باید is a learning process so teacher step درسته step داره پله پله داره ولی میگم عاشقی رو با واسطه نمیشه کرد ما داستان لیلی و مجنون رو هفته پیش اینجا خوندیم یه چیزی که خواهش میکنم ولی داستان لیلی و مجنون رو واقعا اگه بخونی از یک یعنی واقعا داستانش خیلی نکته‌های عرفانی توشه مجنون عاشقی که میکنه انقدر عاشقی میکنه تا دیگه واسطه و رابطه‌ای نداشته باشه چون اولش همش واسطه داشته خبر میبردن بعد خبر میبردن براش ولی انقدر عاشقی میکنه تا اینکه به یه جا میرسه که دیگه واسطه هم نداشته و بعد معنی که وقتی که مجنون خودشو میکشه سر قبر لیلی اون معنی خودکشی نیست که حالا ما مثلا این روزا آدم ها عاشق میشن و فلان میرن و خودشون رو دیگه کاری با خودشون میکنن صحبت فناست
فنا بودن یعنی که منی دیگه وجود نداره. حالا این وقتی منی دیگه وجود نداره به خاطر همین منم نمیتونم اصلا باشم وقتی اون نیست. خب یا مگر ابری بگیرد خوی ماه، یا تا نگردد او حجاب روی ماه، صورتش بنماید او در وصف لا همچو جسم انبیا و اولیا. وصف لا هم که یادتون صحبت شو کردیم، اون لا اله الا الله، مولوی لا اله الا الله گفت یعنی چی؟ یعنی لاش اینه که هیچ چی دیگه نی غیر از اون. یعنی این لغت، لغت عاشقی. باز ما الان پرچم رو گذاشتن لا اله الا الله، یه شمشیرم بالاش.